و من به هنگام شکوفایی گلها در دشت باز میکردم و صدا میزانم آهای باز کن پنجره ها را در بکشا که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ و گلستان آمد، که پرستو پر می شوید در چشمه نور، که قنوری می خواند آواز سرور، که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ و گلستان آمد. به نام الله بی نیاز، به نام خالق کون و مکان، آن ذات که پدید آورنده بهاران و زیبایی ها و شکوفه هاست. دوستان عزیز سلام، خدمت شما تقدیم می داریم. سلام، صبح بخیر. صبح هموطنان عزیز ما بخیر، صبح خوش. از خداوند آرزو می کنیم بهارانی که در پیش رو داریم، فصل های دیگری که بعد از بهاران داریم، در فضای صلح، در فضای آرامش، مردم ما در خوشی، دور از غم ها، دور از جنگ، دور از صدای انفجارها، بم و بارود طی حیات کنن و زندگی به سر برن. فایزه جان، یوسف سعی، صبح شما هم بخیر. سلامت. خوش آمدین. گفتنی های دارین برای بیننده های عزیز، بفرمایید. هر صبح را با قلب سپاسگزاری آغاز بنمایید. سلام و صبح همتان بخیر. امیدوارستم که هموطنای گلم همتان کاملا صحتمند و سرحال باشین و بیننده برنامه سلام صبح بخیر از تلویزیون ملی باشین. قربال صاحب، امروز بله. باز هم در برنامه مهماندار هستیم و بله. مهمانهای مختلف با ما هستند و بله. خوشبختانه که دو جوان موفق که در عرصه سینما فعالیت‌های زیاد دارند و هنرپیشه‌های موفق هستند با ما هستند که اسمشون قربال صاحب بر شما یاد آورده شد. لطف کردین. خب فایزه جان، دوستان بله. عزیز ما، بینندگان محترم، ما میدونن که برنامه سلام صبح بخیر همیشه میزبان است. بله. همیشه مهمانان عزیز داره. ما آرزو داریم که با همی مهمانان عزیز و محترم که ما و دوستان عزیز ما انتخاب میکنن، اینا رو دعوت میکنیم در برنامه سلام صبح بخیر، بتونیم همی دو ساعته که شما عزیزان با ما هستین، با موجودیت مهمانان عزیز ما، بر شما عزیزان حداقل ما در امو عرصه ها که با مهمانان عزیز خود صحبت میکنیم، گپ هایی را به اصطلاح گفت و شنود مصاحبه داشته باشیم که در حقیقت بتانه به نحوه و شکل از اشکال توجه شما عزیزان جلب کنه، یا به معلومات شما بیفزاید، یا چیره های ممتاز و برجسته به معرفی گرفته شود، یا پیرامون مسائل اقتصادی، سیاسی و سایر مسائل که ربط داره در زندگی اجتماعی ما، موضوعات مختلف صحبت هایی که می کنیم به گونه صحبت ها باشه، انشالله که طرف توجه قرار بگیره و درد بخور باشه در نهایت امر، به شکل، به ترتیبه و به نحوه. دوستان عزیز، آنچنان که فایزه جان گفتند، دو جوان عزیز که اینا هنرپیشه سینما هستند، در قسمت نخست برنامه کمیلی سلام صبح بخیر با ما هستند، محترم زازای خان و محترم مهدی امینزاده. عزیزان خوش آمدین، صبح شما بخیر. مهدی صاحب، امینزاده صاحب بفرمایید، بعد زازای خان صحبت میکنه. تشکر. سلام و صبح بخیر خدمت شما و خدمت فایزه جان. سلامت. و یک سلام و صبح خیر خدمت تمامی بیننده‌های عزیز رادیو تلویزیونی ملی. خدا کند که یک صبح خوشی را آغاز کرده باشه. انشالله. زازای خان، مهربانی. ډیر زیات مننه کوم تاسو نه چې تم دا وخت راکې او سحر په خیر ټول افغانستان ته سلام کوم. ډیر زیات مننه. خب زازای خان، میشه برمون بگویی که خودت در ابتدا یک مدل بودی و چی انگیزه باعث شد که آمدی به هنر سینما و امروز فکر کنم که یک فیلمت به نمایش گذاشته شد و دستاوردهای بسیار خوب داشت، چی انگیزه باعث شد که خود از مدل آمدی به بخش سینما و دوست داشتی که یک بچه فیلم شد و یک مدل هم بودی؟ مدلینگ خو یو داس فیلد چې یو حد پورې خلک کولای شي، ولې چې چرته دا وانتي خراب شي یا غشي بیا نشي کولای. نو بیا داسې چې مهدی امینزاده صاحب ما سره و، نو ما چې داسې چې زه دنه پیدا واخلم، د مانه پیدا واخلي، یو څه نه څه خلکو ته وړاندې کړو، یو څه داسې میسیجونه یا پیغامونه چې مطلب خلک وګوري. نو دا اکثره شورت فلمونه ورته وایي یا کوتاه فلمونه. نو زما دغه سره بیا مخکې م ډېر زیات شوق و، خو چې ما سره دا کله دغه شو، نو باید چې دواړه یو ځای کار وکړو، نو ډېر به ښه یي. علاقمندي هر دویتان به یې بخش داشتې. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. خب امینزاده صاحب، شما هم به این سوال پاسخ بگوین که از چی مدت زمان است که به فلم رو آوردن، فلم سینما،
بیشتر کدام نقش ها را داشتین؟ تا به حال به چند فیلم نقش بازی کردین؟ خب من خودم اکتور نیستم، باید واضح بگویم من خودم فیلمساز و بسیار خوب، حدود 10 سال میشه که من در عرصه هنر و همچنان در آسانهای مختلف در بخشهای مختلف کار کردیم و نخستین فیلمی ما که به نام تباکاری جوان بود که ما با همکاری آقای زازای ایر ساختیم، مدت دو ماه و چند روز طول کشید این فیلم ما ساختیم. ما یک اکتور نبودیم و یک فیلمساز در فیلمساز بله رسانه های مختلف ما. امینزاده صاحب نام فیلم دوباره بگوین. تباکاری جوان. خواه یعنی در فارسی میتونیم بگویم زندگی از بین بردن، از بین بردن زندگی یا تباه کردن زندگی. بسیار عالی، بسیار عالی. خب بله بفرمایید. بفرمایید خیلی واسه فیلم سوال. من میخواستم از محترم زازای خان بپرسم که شما بیشتر نقش هایی را که داشتین کدام نقش ها بوده؟ نقش های مثبت، نقش های ارچند فایزا جان گفت بچه فیلم، بچه فیلم بودین یا گاهی بدماش فیلم هم بودین؟ بده فیلم که خدا سوا چه مرکزی کرده از مخبلا چه در چه منده چه فیلم جور شد و نو آقا ستوری مالی کلی و نو بیا دا آقا کم کس چه کاریکتر شد و مین کاریکتر آقا زخمخ پلا و چه مطلب زماش بان چنگ خرابی گی نو مرکزی کرده از مخبلا. یعنی نقش مرکزی را داشتید، گاهی اوقات هم شده که نقش منفی را بازی کرده باشین در فیلم ها؟ دا فیلم داسی هوا چه مطلب کچوک منفی فکر کیوی منفی دی، کچوک مطلب مثبت فکر کیوی مثبت دی، ولی چه مطلب میسیجون باکی زیاد دی، پیغامون خلکو تا زیاد دی، چه مطلب یا کس دی، آقا سیگرات و بغیره بغیره، مطلب مواد مخدر استعمالی یا خیر رجمندی خرابی کی، نو میسیجون باکی ریز زیاد دی، نو هم منفی خلک فکر کولشی، هم مثبت فکر کولشی، مونږ دا کوشش پکار دی وکړو چې خلکو ته مثبت خلکو مثبت فکر وکړي چې مطلب دینه یو څه نه څه پند واخلي څه فایده واخلي. امینزاده صاحب خب یا آغاز کارهای شما بود، یقینا که در آینده ها هم ما خیر تصمیم داریم که فیلم های زیادتر بیشتر مشترکاً با زازای خان و دیگر هنرپیشه ها داشته باشیم. تشکر. خب اولین کارم گفته نمیتونیم، ما تقریبا فیلم های کوتاه دیگر هم داشتیم ولی با آقای زازای که ما فیلم اول ما بود و ما یک تیم هستیم که انشاءالله ما فیلم های بعدی و یک پارت بعدی هم داره که انقریب انشاءالله کارش شروع میشه که ما تصمیم داریم کارش شروع کنیم و کارهای پلان هایی هم داریم که داریم در نزدیک انشاءالله خواهیم کرد. بسیار چقدر برای هنرپیشه ها شرایط مساعد است و چه مشکلات شما دارین من حیث یک جوانی که واقعا نو در عرصه سینما پا گذاشتین و میخواین فعالیت از خود داشته باشین، چقدر با مشکلات روبرو هستین و این مشکلات چقدر شما را رنج میده؟ با افغانستان فیلم اندستری که چکم دیگه افغان فیلم دیگه مشکلات ډیر زیاتی خلکو ته، ولی اگر که در وسایل طرف نوی که در هر طرف نوی وسایل مشکل زیاتی خلکو ته، نو لکه دیگه اوس اکثر مونږ سره تمر خاص وسایل نشه چې مونږ استعمال کوی یا بله وسایل نداریم یا مطلب های لیول باندې کار وکړتا او زیاد دسی وی چې محیط هم داسې دی چې مطلب کار بگینه کې کیدل تمر خاص. طبعا در ولایت ما جاهای بسیار خوب برای ازی است که شما برین ویدیو کلپ بگیرین، اما متاسفانه به خاطر که ناامن است و امنیت درست نیست شاید که زیاتر از هنرپیشه ها با مشکلات زیاد مواجه شون. آقای امینزاده شما چقدر با این مشکلات مواجه هستین؟ آیا زمانی که بخواین به یک ولایت سفر داشته باشین از این حراس دارین که اونجا امنیت درست نیست و نمیشه که باید برین، اما جاهای بسیار زیبا هم داره، حالا که فصل بهار نزدیک است زیباتر شده میرن همه ولایت افغانستان؟ تشکر. باید بگویم که از لحاظ لوکیشن افغانستان بهترین جایی داره، هیچ تمام ولایت افغانستان ما تقریبا میتونیم برای فیلم یا ویدیو کلیپ بهترین جای بهترین مکان داره، ولی از لحاظ امنیتی خیلی ولایت های هستن که بسیار مشکل است رفتنش اونجا و دوچار امنیتی میشه و از امون لحاظ است که ما خیلی ولایت های هست که اصلا ما نمیتونیم رفته بخاطر ویدیو کلیپ یا هم شوت فیلم، مشکلات امنیتی بسیار زیاد است که در این اواخر هم شما شاهد هستیم که بعض ولایت ها جنگ است و جنگ دریان چوریم دارد. از این خاطر ما نمیتونیم. امینزاده صاحب یک مسئله دیگه که شما من حیث یک فیلمساز، خب یقینا که در فیلمسازی ابعاد مختلف داره یا پیشه های مختلف با هم یک جور شده و در نهایت امر یک فیلم به وجود میاد. زازای خان بنابراین شما اکتور باید در بخش های مختلف اینا رو تدارک ببینن، مسائل مادی رو تدارک ببینن، فیلمنامه و سناریو رو بنویسین، به همین ترتیب در بخش تکنیکی صدا بردار و یونت فیلم برداری در مجموع اینا شما که گفتن یک تیم هستن، آیا در امی تیم شما یقینا که این همه از این مسلک ها را دارن
در کدام بخش ها در این موارد شما دچار مشکلات هستید؟ ما در قسمت فیلمسازی فیلم های تازه را که میبینیم، مخصوصا در قسمت تهیه فیلمنامه و امی تنظیم دیالوگ ها یک اندازه مشکلات داریم. گاه گاه مردم مشکل پسند انتقاد میکنند. تشکر. باید عرض کنم که ما یک تیم هستیم، کسایی که ما انتخاب کردیم کسایی هستند که کلشون مسلکی هستند، آقای زازای اکتور و یک دوستای دیگر هستند و از بخش تکنیکی تاثیربردار ساوند و اینا کلشون کسایی هستند که کار کردن و گپ خوبی اشاره کردن از راز دیالوگ. ما متاسفانه در دیالوگ بسیار مشکلات بسیار زیاد داریم. بله. در انتخاب چهره ما بسیار مشکل داریم. در ما به عنوان یک بیننده باید میگویم میره که در انتخاب چهره بسیار مشکل است در سینمای افغانستان. باید دقت شود، نظر به دیالوگ باید چهره انتخاب شود و ما تلاش داریم، هم گروپ ما تلاش داره که نظر به دیالوگ ما چهره انتخاب کنیم و یک چیز تولید کنیم که تا مردم بپسند و قابل قبول مردم باشه و بیننده باشه. دیالوگ و نقش پیش. بله بله، نقش با دیالوگ خیلی با هم داره، چون وقتی که دیالوگ یک چیزی بسیار آرام باشه ما اول بتونیم یک نقش خشین و یک نقش چی بتیم با هم سنه. بله. بخیر با می خاطر است که بیننده هم و کسی که فیلم میبینه زود جز خسته میشه. بله بله. و انتخاب سوژه ها را از کی میگیرین؟ سوژه ها خیلی ها در یک فیلم مهم است و نقش مهم خود داره. طبعا که در افغانستان سوژه های بسیار زیاد است روی مشکلات مختلف و شما چقدر در انتخاب سوژه دقت دارین؟ انتخاب بله، میگه یک داستان انتخاب میکنه، یک سوژه انتخاب میکنه و یک موضوع میباشه. گفتم که در افغانستان مشکلات زیاد است و میتونین که شما از اینا انتخاب بکنین. شما چقدر دقت دارین در انتخاب سوژه؟ داخو دسته ده چې مخبل سٹارټ کې پختنه او خلک کنه اول چې دې څوک مواد مخدر شروع کوي یا متادین څومره دي دوی خامخا یو وجه جوړیږي یو سبب جوړیږي چې هغه دې شروع کوي یا مطلب دا کوي نو دې کې مونږ پختنه مو کړی خلک کنه مطلب دا غوي وجه چې دې بله بله ته مردم هم داشته نو هغه نه پس ما کل سٹوري جوړ کړنه دې داستان کې دسته ده چې ډیر زیات وجوهات دي هغه بیکاری ده هغه داسې کورنۍ مشکلات شول یا مطلب خراب دوست شو دا مشکلات پکې ډیر زیات دي هغې نه پس د موضوعات مختلف میباشه. بسیار خوب. بله بله. خب زازای خان، یقینا که شما علاقه دارین، طبعا میخواین که فیلم های دیگر هم داشته باشین. از این فیلم که شما نام بردین و دوستان عزیز ما همی حال با صحنه های از این فیلم میبینه که چگونه زندگی را جوانده تبا میسازه مواد مخدر، یقینا که در فیلم های دیگر هم همین مسئله را کوشش میکنین که یک پیام داشته باشه برای مردم. ضمن این که فیلم سرگرم کننده هست اما در نهایت امر یک پیام هم برای مردم بده. در سایر فیلم ها هم در این مورد توجه دارین؟ پدی فیلم کی؟ نور فیلمونو که زه کوشش هم دا کوم چې مطلب څومره مسیجونه دي یا څومره خلکو ته پیغام ورکوم دغه دا فیلم کې دم یو پیغام لري خلکو ته، لکه ډیر زیات پیغامونه لري. نو زما کوشش هم دا ده چې ولګ اکثر مون خبرې کوي یا کسی کو خلکو ته ناغو کې یو میسج وی یا یو غوی زوم چې هغه ویډیو طرف نه خلکو ته ورشي، مونږ په ویډیو کې عملی کار ورته خو کنه. نو زما کوشش دا ده چې زه خلکو ته کار وکم، بم دی افغانستان ته پاره کار وکم، خلکو ته میسج ورکړم. زاسه ډیر فلمونه شته چې فقط و فقط سرگرم کننده دي، تفریحي جنبه لري مګر پیام نه لري. دا یو څه چې باید خلک مخاطبین ورته ګټه واخلي هغه نشته. استاویل دلته اکثر مشکل دا دی چې یو هم او به کې چې سینما طرف نه مشکل دی او دې پخته خبر وکړه چې مطلب زیاتره دلته د ډایلوګ و غیره شو دغه شنو شو. بل دا هر څوک مطلب فلم کو جوړي کوشش دا وکړي ولی مونږ فلم مصرف کوو یا فلم جوړو نو مونږ خلکو ته پاره جوړو، مونږ ځان ته پاره نه جوړو. ما خپل فلم جوړ کړي، ما ځان ته پاره نه جوړ کړي، خلکو ته پاره جوړ کړي چې مطلب هغه یو نه څه میسج واخلي څه فائدہ واخلي. دنا نو دلته اکثر زم ګورم چې مطلب داسې یو صرف هغه ټایم پاس لپاره وی، ټایم پاس لپاره خلک فلم جوړوي خو نه چې مطلب زویم چې فلم جوړول مطلب دا ده چې خلکو ته میسج ورکول دي. نو چې زویم چې څومره خلک کوشش کوي پکار دي داسې فلم جوړ کړي چې خلک یو فائدہ واخلي یو میسج واخلي. دیشه. خب آقای امینی، میشه بگوین که این فیلمتون چقدر بیننده پیدا کرد و چقدر طرفدار زیاد از خود داشته حالا و چقدر مردم شما رو تشویق کردن؟ تشکر.
گرچه یک دو سه هفته ازش میگذره از کارش تکمیلش. ما یک افتتاح داشتیم در رادیو شیبه که اونجا بسیار استقبال شد و دوستا خیلی کسا دیدن و انقریب خیر به زودی ما در ریاست افغان فیلم را افتتاح میکنیم و اونجا به نمایش خود گذاشتیم برای بیننده های عزیز و مردم و کسان سینماگرانی که دوست دارن میتونن بیاین ببینن. گرچه فیلم بدون دیالوگ است ولی هم تصاویر کلی هم حرف و بیان میکنه و زندگی یک جوان را نشان میده که چی وضعیت داره و چطور به دوچاری یک مو مواد مخدر میشه و خود از حالت کشیده نمیتونه و زن بچه‌شه از دست میته و زندگی خود نابود میکنه که انشاءالله در پارت بعدی ما را نشان میتیم. یعنی پارت هستی فلم؟ بله دو پارت هست که پارت بعدی انشاءالله 10 دقیقه یا 9 دقیقه هست که ما را انشاءالله سرشکار میکنیم. سناریوش داشت آماده شده و قریب که بخیر ما بسرم. از اینه از این فلم خودتوان که زیاد میشه و مصارف که داره آیا از شما خودتان مصرف شمیتین و یا هم دولت؟ نا پدې فلم کې خو مصرف موږ په لګړې دي نو لکه پروډوس کړې ما ده نو زه خو بلې چې دلته دولت لکه مطلب فلم انډستری طرف ته کومک نه کوي چې یعنی هم ته با پول خود هم مصرفش انجام میدی. امینزه صاحب یک مسئله دیگر که موجودیت اکتورهای خانم در افغانستان ممکن من هیچ یک مشکل عرض اندام کنه وجود داشته باشه، چگونه هست از دید شما امی مثلا من حیث یک سینماگر جوان؟ والا خوب است، ما تا جایی را که میبینیم خانم علاقه میبینیم تا جایی ما میبینیم. ما در فیلم خودم یک بانوی رو داشتم به نام سلسله نورستانی که بانوی بسیار موفق و از همین جسد اگر میبینم و سلام میتونم برش، امروی ما بسیار همکاری کرد و یک بانوی است موفق و همینطور بسیار از بانوی دیگه است که علاقمند است به سینما و فیلم و هنر. ما نمیتونیم بگویم که بانوها درست است که از طرف فامیل و یا از دوستانشان مشکلات هایی دارن ولی علاقه من دارن به فیلم و سینما و همونطور کلیپ. بله، مسئله آموزش در سینما امینزه صاحب چی فکر میکنن؟ خوب است زازای صاحب هم نظر بتن در مورد که یقینا مطرح هست. درست ما استعداد خدادادی باید داشته باشیم، یک به اصطلاح اما از ابتدا تا انتها گل خود رو نباشیم، یک مدار باید آموزش های را هم ببینیم. سینما هم اما قواعد و اصول و تئوری مختص به خدا داره، آموزش های مختص به خدا داره. شما جوان ها چقدر به این مسئله توجه کردین و دستاندارکاران رفیقایتان که برای جور کردن یک فیلم همت میکنن در این نکته متمرکز ساخته؟ خب تیمی ما در کل کسای هستند که از لحاظ تئوری و کارهای عملی کلشان کسای هستند که هم تجربه دارن و همونطور آقای زازایی که چند سال اکتور بودن و همونطور آمدن مدل بودن که آمدن در بخش اکتوریست، همونطور خودم که من مدت 8 ماه اینستیتوت رفتیم و کاری سینما و تصویربرداری اکتور و همچنان دایرکت اینا رو خواندیم. اون دوستای دیگه هم که در تیم هست کلشان کسایی هستند که تئوری عملی کار کردن و خواندن آمدن به بخش و خوب است کسایی که در بخش سینما و ویدیو و دایرکت اینا میایند کوشش کنن از لحاظ تئوری اینا خود تقویت بتن و کار کنن عملی و تئوری. زین زبانان دی کلا چه لسون سخم رسیجین و اغوی کنار زی او مخامخ کیگی او زین مشکلات باندی اغوی لرزی او ایس فعالیت نلری ساسو پیغام حقو زبانان تو صدای چه زی او کار نکوی، یعنی دلشان سیاه میشه و دیگه کار نمیتونن کده و مشکلات مختلف مواجه میشن، پیامت من حیث یک سینماگر بر اونا چی هست؟ زمان خور طولو څومره ینګ جنریشن دی، څومره ځوانان دی افغانستان کې، لکه اوس څنګه ما فلم جوړ کو و دې فلم کې که زه ته ویم چې مطلب خپل داستان درته ښیم چې دې کې زه یو دوه ځایونو ته کار پسې ځم نو زه اخر مایوسه کېږم، زه شیویش کوم سګرټ شروع کوم. نو زما ټوله دغه پیغام دی چې مطلب هغه خپل یا بیکاری وي یا مطلب هر څومره مشکلات چې وي خپلو مشکلاتو سره دې مبارزه وکړي، که جنگ و کی مبارزه و کی غیر سرانو انشاءالله چه کامیابی گی و بلده چه که مزه مایوس شم چه مطلب دتا کار نکی گی تا نکی گی نکی خام خانه کی گی ولی کزو وارم چه هر سکه وارش شم نو زد آور تمام چه مطلب خپلو مشکلات سرا خپل دستون دو سرا چمرا جنگ و ولی شم مبارزه که ولی شم دیگی. بسیار تشکر، بسیار تشکر از تشریف آوری شما محترم زازای خان و محترم مهدی امینزاده
هنرپیشی سینما و کارگردان فیلم و دستاندرکار کار سینما محترم امینزاده است. ای که با ما بودن جهان سپاس. موفق باشید. بله. دوستان عزیز، بینندگان محترم، یک آهنگ آماده داریم. بیاین که آهنگ بشنویم ببینیم. بعد مهمان محترم دیگر با ما هست. امکان داره 3-4 مهمان محترم با ما باشد. دوستان عزیز، ربات سازی در افغانستان پیشینه چندان نداره. تکنولوژیه که کاملا جدید. ولی استعدادهای در افغانستان وجود داره که در این بخش هم کارهای کردن. پس چی بهتر که با می مهمانان عزیز ما که بعد از آهنگ در استودیو با خواهد بودن سر مسئله ربات و ربات سازی در افغانستان و پیشرفت تکنولوژی تا به اندازه ایجاد ربات در افغانستان صحبت کنیم. با ما باشید.